سر ول کن، مخ من خوردی اول سر صوبی زوبو نتو بخور. خیلی خوب بابا، دارم برات حرف میزنم. ببین تایسون قهرمان بوکس با این ضربه حریفش خوابون. نگاه کن یه دنه آپرکات زد اینجا برگرد، یه دنه هوک خوابون تو صورتش. بابا یه دنه از این چیزا هم باید بگیریم، از این گلابیا، از این چرمیاس اینجوری میزنی واسه سرعت دسته که باید کار کنی. پسر آقا فولاد گرد، بابا نه تو به کارت میرسی نه به ورزش. بابا یکیو بچس، خیال منم راحت شه. بابا اگه من قرار باشه یکیشو انتخاب کنم مطمئن باش بوکسه. نه از الان بهت بگم فولاد خان، تو الان داری یه چیزایی از ماشین یاد میگیری. آقا بهروزم ازت راضیه، متوجه چی بگم؟ خودتو گرفتار نکن، آخر عاقبت داری این کار، درآمدش هم که بد نیست. من برای خودت دارم میگم. بابا مربیمون خوب استیل بدنی من دید، گفت تو اگر ادامه بدی حتما یه چیزی میشی. خیلی کار منو قبول داره. چشم، چرا متوجه نیستی؟ اینا یک آدم میخوان که کوپوش کلوف باشه، که هرچی زدنش یکش در نیاد. خب برای همین از تو خوششون اومدی دیگه. خب بله پوست کلوف که میخوام، ولی میدونی چقدر تعریف منو میکنن تو باشگاه؟ اصلا میگم من یه طرف، کل بچه باشگاه یه طرف. باید حتما بخون. اصلا میدونی چیه؟ من اصلا حوصله حرف زدن ندارم، دوستم ندارم تو بری بخت. متوجه چی شد؟ من اصلا نمیخوام بچم بخصور بشه، تمام. خیلی خب بابا چرا داغ میکنی؟ خب مگه خودت نگفتی آدم باید تو زندگی یه هدفی داشته باشه؟ اون هدفش هم از اونجایی شکل میگیره که به اون هدفش علاقه داشته باشه. منم به این هدفم که به ارزش بوکس علاقه دارم. یادتون نیست اینا رو گفتین؟ نه یادم نیست. صبونه تو بخور برو کار دیگه بدو. بابا حالا یکم فکر کن، وقت هستا جون فولاد. حالا کی میخواد این مسابقه شروع بشه؟ مسابقه یه ماهی حالا فرصت هستش تا مسابقه. پسر جان چه متوجه نیستی؟ آخه تو این یه ماهی میخوان از تو چی بسازن؟ چی؟ بابا جان حتما یه فکری کردن که من انتخاب کردن دیگه. بعد تازه اگر بخواد مسابقه یه ماه دیگه شروع شه، ما از پس فردا دیگه تمرینامون سنگین شروع میشه. من میدونم به جون خودم اینا تو رو میخوان ببرن برای تمرین بچه ها. متوجه چی میگم؟ یعنی چی؟ یعنی که برای کیسه بوکس تو رو بکنن تو کیسه، آویزونت کنن، ده بزن تو رو بزنن. برای این میخواد. من رفتم بابا. نمیدونم چی کار کنم. این پسره از این کلک بیاد بیرون. این باز خجالتی میکشه. آخه بگم دیوونه آزید تعمیرگاه رو ول میکنه میره باز. بابات بکسور بود، بابا بزرگت بکسور بود. هی هر ساعت تمیز بکنی باز کسی بره. باشو خیش میشی، باشو برو یه دیگه کاسته بکن. باشو سلام. سلام خیش میشی ها؟ باشو چیزی نمیخوای؟ قاشق، چنگال، سیخ کباب، آینه، رنده. نه عزیزم همه چی داری، بلند شو از جا برو. باشو حالت ببینم. نمیخواد حالمو ببینی. باشو پیشونید با ما حرف میزنه، پیشونید بلنده. عزیز من موام ریخته اینجوری پیچونیم بلند شده. پاشو حوصله‌تو ندارم. پاشو برو. پسر بزرگ داری؟ نه یه دختر بزرگ دارم. دروغ میگی، پیشونی با ما حرف میزنی.
پسر بزرگ داری. چی میگه؟ ببین پسرت تو سرش فکرهای خیلی بزرگی داره، بذار به فکر و به مراد دلش برسه. کاروان تو هم عوض میشه ها، سکه میشه سکه. اسم پسر چیه؟ تو بگو. اینجوری که نمیتونم بگم، برو یک کاسه رو بیاد بگو. یعنی بدون کاسه نمیتونی بگی؟ نه. پس بلند شو برو، باشو باشو، جمع کن برو، باشو باشو. کاکا جان عصبانی نشو، اسم پسرت پولاده. پولاد از کجا فهمیدی تو؟ چون پیشونی با ما حرف میزنه. حالا دیگه تاس گردون نیست، تو آب میبینم. شما میتونی؟ پس چی که میتونه؟ دست در نکنه. بفرمایید. کافیه؟ دست شما درد ممنون. یالله پس بذارم بره مسابقات. آره به نفشه که بره، خیر و برکت میاد تو خونه. چندوم میشه حالا؟ چندومشو نمیدونم، اما رو سکو میره. همون رو سکو بره؟ سکو تا سومه دیگه. نه نه، چهارم هم داریم بابا. آره چهارم هم داریم. بله خوبه، بس خیلی خوبه. ببینم خانم فرمزی، نمیخوای فال دخترتو بگیری؟ چرا مامان، من میخوام. ای دادی بیدادی. آره فالتو بگی، اگر بفهمی آینده چیه خیلی خوبه. بله خانم فال اینم بگیر. پنج تا بشین ها، فال همه تونو میگیر. برای چی؟ برای اینکه انرژی میبره، پنج تا باشن بهتره. همون نفری دو تومن دیگه. نفری دو تومن. بله دست در نکنه. ببین تو برو بالا، پنج نفر من برای جور میکنم، کاری نداره که. یکی منو یکی دخترم، بنشیم دوتا. یکم سارا خانم همسایه‌مون میشه سه تا، دوتا دیگه هم لازم داره، اونم من برای جور میکنم، کاری نداره که، خیلی راحته. حالا اینا کی میان؟ کی میان؟ تو برو با دخترم بالا یه چای بخورینا، من این آدم ها رو جور کردم. ببین من کار زندگی دارم و... نه بابا خیالت راحت باشه. دو تومنم به خاطر اینکه معطل شدی. بله بله بله. حالا بکنه چهار تومن، سیاوخت نشی الهی. خیر ببینی دختر، دست در نکنه مادر جون، ببرش بالا یه دقیقه بینشونش، من الان جور میکنم. چشم بفرمی. آره ببینم، از شما هم همون دو تومنه گرفت؟ نوش جونش. چرا؟ هر چی میگفت میدادم بهش، چون هر چی میگفت درست در میومد. خیلی خوبه، آدم دو تومن بده از همه جریان با خبر بشه. منم این کاری میکنم، دو تومنم میدم، چهار تومنم میدم، ببینم دنیا دستی کیه. خیلی خوبه، خوشم اومد. آره بده چهار تومن بده. آره چهار تومن میدم، اب نداره. جای دوزی نمیده، چهار تومن بده. واقعا گفته؟ نگاهش پر از رازه، اصلا نمیدونی چطوریه. من میگم شما هم بیاین دیگه. باشه ما هم میایم. یه کاری بکن برزو هم بیاد. باشه باشه حتما ما میایم. اتفاقا دکترم گفته منم میام. خب شما پس میایم؟ حتما میایم. معطل نکنید. نه زود زود میایم، فقط شما شروع نکنید. نه نه ما منتظر شما هستیم. باشه میبینم. برزو هم بیاری. سارا بیا دیگه، زود باش که نوبتته. حرکت کن حرکت کن. بلند شو بعد بریم. یه حرکت بود. پاشو باید بریم خونه خانم فرمزی. دیدی کش شدی به هم زدی دیگه. نه بلند شو باید بریم خونه خانم فرمزی. برای چی آخه بریم خونه خانم فرمزی؟ فالگیر آوردن، میگن از اون حرفه‌ای هست، حرفاش ردخور نداره. باور کن، گفتن که به آقا خشایار بدون اینکه در مورد فولاد چیزی بدونه گفته پسرت میخواد مسابقات بوکس شرکت کنه، گفته که براش خیلی خوبه بفرستش بذار بره. جالب نیست به نظر تو؟ خیلی جالبه. مگه فولاد میخواد بره تو مسابقات بوکس شرکت کنه؟ مثل این که میخواد بره. حالا بلند شو بلند شو، دیر شد، منتظرمونه. الو الو بهروز سلام. نمیدونم چیکارش باید بکنیم.
مادر جون مگه من صد دفعه به تو نگفتم که در کمود باید تو خونه ببندی؟ آخه نگفتم مگه؟ همینطور درشو باز گذاشتی؟ تقصیر من چیه؟ باور کن من درشو قفل کرده بودم. اگه قفل کرده بودی پس چرا این اتفاق افتاد؟ این پول کجا رفت؟ آخه 60,000 تومان مگه کم پولیه؟ آدم میتونه 1,000 تا گرفتاریشو برطرف کنه. حالا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. حالا چه خاکی بسرم بریزم مادر جون؟ 60,000 تومان پولمون پرید. پرید، برو ببین کیه در میزنه. آه این بچه ها چقدر نااهلن، چقدر نااهلن، نمیدونید شما. خسته شده. سلام علیکم. دیدی چقدر زود اومدی؟ دست در نکنه، خیلی خوب کردی. حالا شما خوبه خانم فرمانده خوبی؟ من مادر جون بدبخ شدم، بیچاره شدم، نمیدونی چه گرفتاری برای من. خدا نکنه چرا چی شده؟ چه میدونم سارا جون، شانس نداریم دیگه. آره چی شده خانم فرمانده، چی شده؟ مادر جون 60,000 تومان پول تو کمدم بود، پرید، اصلا غیبش زده، معلوم نیست چی شده. حالا شما خوبه؟ خوبی شما خانم؟ سلامتی؟ نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. خانم فرمزی چقدر پول بوده؟ مادر جون الان گفتم که 60,000 تومان کم پولی نیست که. 60,000 تومان؟ 60,000 تومان تو کمدم بود الان نیست. بردن اب نداره. حالا شما خودتون رو ناراحت کردید. آروم باشید، ناروم باشید که پیدا نمیشه که خانم، باید یه فکری کرد. خانم شما فال میگیرید نمیتونید یه کاری بکنید، یه کار عجیب و غریبی بکنید، وردی بخونید که پول ایشون پیدا بشه؟ بله باید ببینم این خانم اینقدر داد زد سر مرا. مادر جون اگه این پول منو پیدا کنی قربونت برم، تا اون دارم مدیونت میشم. یه کاسه آب خانم فرامرزی، یه کاسه آب. سارا جون دست درد نکنی، یه کاسه آب بیار. بابا یه کاساب. بابا یه کاساب. چرا وایسایی همدیگه رو نگاه میکنی خانم؟ مرده تشنگی. بابا یه کاساب. بابا آب برای خوردن نمیخوام که، یه کاساب. خنک باشه بهتره، کاسش هم چینی باشه دخترم، الهی که سفید بخت. بودو مادر چون برو یه لیوان آب لطف کنی یه مقدار آبم برای من بیاری، لیوانی باشه، انشالله که سفید بخت بشی دخترم. چشم. کاسه میخواد با دست ما حرف بزن. هوا پاک نیست. چطور مگه؟ یه نفر تو شماها هست حرف ما رو باور نداره، یعنی معتقد نیست، از اتاق بره بیرون. بابا من از اولش هم که گفتم اینا همش اراجیفه. آقای دکتر ما داریم کار انجام میدیم، اگه اعتقاد ندارید بفرمایید بیرون. بفرمایید بیرون، ما داریم کارمونو میکنیم دیگه. میرم آقا، دستتو بنداز. بفرمو دارم میرم. مسخره بازی نیست که، مشکل بیچاره رو میخوام حل کنیم. به حرف اومد، میگه پولش حلاله. شما بگین آب زلال. بگو آب زلال. میگه همین نزدیکاست. بگو آب زلال. میگه 60,000 تومن پوله. ای درست گفت. بگو آب زلال. بگو آب زلال. بگو آب زلال. میگه تو دستمال بود و تو گنجه. چه جالب. شما تراس داری؟ بله. چطور مگه؟ تراستون نرده سبز رنگ داره؟ بله 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 داره. بین نرده ها و تراس و دیوار پولا هست، اما دستمال نیست. بگو آب زلال. چی رو بگو آب زلال؟ گفتی که چی رو بگه؟ خودش گفت بگیم. بگو. نه گفت، تموم شد. بگیم. آره گفت پولا هست. آره مادر جون برو اونجایی که این خانم گفته یه نگاهی بکن ببین پولا هست یا نه. خانم فرمایید با اجازهتون منم برم. بریم مادر جون. بگو آب زلال. خاصه ما دونو نمیگه. بگی من بازم آب زلال. نه نگی. چشم.
سارا جون اگه باشه چی کار کنی؟ برای چی؟ من میترسم، اونجا رو گفت. خب برو برو بردار، برو. پس شما هم بیان دیگه. خیلی الو، بهرو سلام، منم سارا. سلام سارا، چی شد؟ خب جدی؟ گفت جای پولا رو؟ عجب عجوبه‌ایه. خب نه ما سخت مشغول کاریم، آره باشه منو فولادم الان میاد. باشه قربان تو، باشه من کلی باش کار دارم، الان میام قربانت. چقدر خوب شد. خدافظ. چی شده؟ تو میخوای بری مسابقات بوکس؟ اه. شما از کجا میدونی؟ حالا دیگه. نه جدی از کجا میدونی؟ من بهش کی نگفتم. یه فالگیره اومده تو خونه داره ماجرای زندگی همه رو میگه، گفته که به بابات گفته که فولاد میخواد بره مسابقات بوکس، بعد اگه بره مقام میاره، تمام مدال میاره، کشور خارجی میره، یه هر چیزایی گفته. بعد پول خانم فرامرزی هم گم شده بوده، پول خانم فرامرزی رو پیدا کرده. پول خانم فرامرزی؟ آره به جون تو. جدا؟ آره پاشو بریم. این حرفا هم زده؟ آره پاشو بریم. پاشو لباساتو بپوش بریم خونه ببینیم چی کار میکنیم. اول باشه تکلیف اینو مشخص کنیم. چی؟ ببین از هر طرف کیشی الان. خب دیگه کی شما تی دیگه. خب. قبول داریم بازی رو. دو تا بود وزیرت کو؟ نه. اینجا چی کار میکنه؟ نزدم که. برداشتم که نزنی دیگه، برای که من بزنم. بیا بابا. آقا بهروز هی برای خود قانون میذاری دیگه. بعدم میام بقیه بود. بنفعل آقا. نخیر. هیچی نبود. خیلی کارش درسته. میدونی به من چی میگه؟ میگه کفشاتو اینجوری وایسون، اینجوری رو به آسمون وایسون. چه جوری؟ اینجوری رو آسمون، میگه وایسون رو به آسمون، بعد شب این کارو بکن، صبح بیا. اگر وایساده بود که خوبه، برو سولاریس، اما اگر اینجوری افتاده بود نرو سولاریس، بده، خوشیم نیست. جانب، خیلی جانبه. این دیگه کی بود؟ من فکر نمی کردم اینقدر بارش باشه. فوق‌العاده است، خارق‌العاده است. خیلی میفهمه آقای دکتر، خیلی. شما میگفتین عرجیف میگه دیگه. خب میدونید ما چیزایی از پدر مادرمون شنیده بودیم، اما خب به چشم خودمون که ندیده بودیم این چیزا رو. که کار اینا رو تا الان ندیده بودی؟ نه اونجا که خندیدید من جسارتا گفتم برین بیرون. نه شما دستتون رو تکون دادید سمت من. ناراحت. ببخشید. اگه وام میستادین میدیدید. سارا دیدی؟ آره بابا. موقعی که با میگفت بگو، ما میگفتیم بگو آب زلال، بگو آب زلال. با آب حرف میزد، آب جوابش میداد. میلرزید آب. بعد من اصلا اینجوری تنم شروع کرد لرزیدن. بعد نتونستم ابا حتی عظمت چشماشو ببینم، چشمان بستم. بعد گفتم نه من نمیبینم، باز کردم دوباره ترم دوباره شروع کرد لرزیدن دیگه. ترزیدم چشمانو بستم، اما وحشتناک این آدم عظمت داره، کارش خیلی درسته. دمود شما میدونی چی گفته؟ بله گفتن آقا بهروز. بگم آقا بهروز چرا تنهایی رفتن تو؟ بگیم یه کار خصوصی داشت، حتی به ما هم گفت نه یعنی. ما هم نمیدونیم برای چی رفته، ولی خصوصی بود. ببخشید شما کار خصوصی داشتن، ما مزاحم شما میشیم. جور شد سارا، جور شد. چی شد؟ گفتش که الان به جام زودتر برو اقدام کن، زیر 15 میلیون هم گفت وام نگیری. گفت اقدام کن، خوبیت داره. وام برای چی؟ میخوایم یه بوتیک بزنیم دکتر. منو برزو هم پیش گفتم، تو هم هستی دیگه. خصوصی الان چی رو؟ بگو. این کار خصوصی همین بود دیگه. بله همه رو گفت. مدارکم کجا سارو؟ برم الان، باید برم دیگه. حالا امروز که اداره ها بستن دیر شده دیگه، باز چی میخوای؟ بدش کن. فردا یکم دیر میشه، اشکال نداره. خانم هر چقدر بگی من پول میدم، فقط میخوام بدونم سیروس تو آلمان چی کار میکنه. به من بگین دیگه. فقط میخوام بدونم.
خانم دستتون داره میلرزه. کاسه میگه شوهر چند وقتی که آلمانه. وای گفت. کاسه میگه زندگیت به هم میپاشه. یه زن آلمانی میبینم. یه زن آلمانی؟ الان بهش زنگ میزنم. الو سیروز، چشمم روشن واقعا که خجالت داره. آره هی خانم قد کن قد کن، مرد زن نیست. گوشی گوشی، آلمانو گرفتم، بالاخره مردی یا زنه؟ بابا مرد زن نیست. الو سیروز کجایی؟ خسته نباشی. ببین من بعدم با تماس میگیرم. آره آره نه نه فعلا خدافظ. خب بعدش بقیهشو بگو. روش اومد بود ندیدمش، فکر کردم که زنه، حالا که برمیگرده میبینم مرده. زن که نبود، این خارجکی ها موهاشون انقدر بلنده مو قاطی کردم فکر کردم زنه، مرده بابا مرده. خب بعدشی کاسه میگه تو کار تجارتی، معاملات بزرگی انجام میدی. منو ول کن، از سیروز بگو. سیروز خب بگیم دیگه، بقیهشو بگیم. ببخشید خانم، میشه چند لحظه بیرون تشریف داشته باشی؟ من کار دارم. آقا نوبت همه، بعدم میگن که اینجا روزای زوج زنونه است، روزای فردم مردونه. من یه کار واجب دارم، کارم انجام بدم میام بیرون. آقا نوبت همه. خانم تشریف بریم بیرون دیگه. چت آقا فولاد سر آورده ای؟ به بابام چی گفتی؟ چطور مگه؟ پیازداغشو زیاد کردی دیگه، بهت گفتم فقط بهش بگو به نفشه، اگه بره براش خوبه دیگه. این چیزا چیه گفتی؟ خارج از کشور میرو، نمیدونم مسابقات خارج از کشور اینور اونور میرو، ها اینا چیه؟ اینا که خوبه که. اینا خوبه؟ میدونی در جواب به من چی گفت؟ گفت تو که میخوای بری خارج از کشور منم اینجا تنها میشم، دیگه نمیخواد ورزشکار بشی. حالا من چیکار کنم؟ آره خودت زدی خرابش کردی، خودت هم درستش میکنی. نمیشه که ما حرفامو عوض کنم. میشه؟ نمیشه. تو که بلدی که. بگو کاسه خالی بسته، چه میدونم، یه چیزی بگو درستش کن دیگه. نمیشه. ببین نگو نمیشه، به جون خودم لطف میدم، باهاتم شوخی ندارم. در ضمن شما اومدی اینجا کار من رو راه بندازی، این بنده وسط چی راه انداختی اینجا رو کردی کارمون سرا؟ آخه جوون ما هم باید اموراتم بگذره یا نه؟ شما دیگه کی هستی؟ ببین این آقا دکتر، این آقا دکتر دیگه پاک منو باور داره. ببین من با آقا دکتر کاری ندارم، من میگم کار منو راه بنداز، بعدم جلو پلاس تو جمع کن اینجا برو. خانم فرمازی که خونه نیست. نه ترس، رفته همسایه رو خبر کنه بیا. من خیالم راحت بشه؟ راحت باشی خود دانیا. خانم ببخشی نوبتتون رو گرفتم، بفرمایید تو. بگیم بقیه شو. اصلا قاطی کردم، چی بود؟ همون زن آلمانی، راجب زن آلمانیه داشتیم میگفتیم. ببین بهروز، من نمیذارم تو وام بگیری دیگه، اعصاب خودتو منو خورد نکن دیگه. خیلی ممنونم. آخه سارا تو یه حرفی میزنی علکی، یعنی چی؟ مگه میشه اصلا به تو بگه که وام خطرناکه اگر بگیریم، به من بگه که سریعتر برو وام بگیر، به من گفت که سریع این کار رو انجام بده به صلاحت. ببین من خودم هم همینو میگم، مگه میشه اون به من یه چیزی گفته باشه به تو یه چیز دیگه گفته باشه؟ نه نمیشه، خودت الان گفتی نمیشه. بس نکنین بابا، اینا همیان واسن، شما بس میکنین، تمرکز من به هم میخوره، کفشا میفته. خب بس نکنین. من مرده تمرکز تو یکی ام.
اصلا برزو تو بگو. بله بگو ببینم، مگه میشه که این فالگیره به من یه چیزی بگه، به سارا یه چیز دیگه بگه؟ به من گفته که سریعتر برو وام بگیر، به سارا گفته که اگه این کارو بکنی براتون خطر داره. منم میگم اینجوری نمیشه داداش، گوش بده. ببین من فکرم درست بوده، ولی بهروز رو نمیدونم، من به خودم مطمئنم. کاسه به من دروغ نمیگه که، کاسه به من دروغ نمیگه. منم به خودم مطمئنم. این چه حرفیه تو داری میزنی سارا؟ بهروز، سارا راست میگه، تو ناخالصی. ناخالصی چیم؟ ناخالص یعنی یه خورده خورده شیشه داری، خودت هم میدونی. بعد ذاتی ذاتن خودت خورده شیشه داری؟ نه داری. چی؟ داری خورده شیشه. خودش میخواد، خودش اینجوری میخواد. اینا تو دلتو صاف کنی صاف نمیشه. کفشه کی خورده شیشه داره؟ تو به من خورده شیشه دارم یا تو؟ که برداشتی این کفشه رو روی میز ناهارخوری گذاشتی. رو میز ناهارخوری مگه آدم کفش وای میستونه؟ روی میز ما داریم ناهار میخوریم، تو برای چی کفشو داری اینجا دو ساعت میذاری؟ اصلا آدم عاقل قشنگ مگه کفش اینجوری وای میسته رو میز ناهارخوری؟ خورده شیشه نداره، شیشه داری. جرأت داشت نمیذاش در بره. چرا اذیتش میکنی؟ چرا اذیتش میکنی؟ ولش کن. چرا اذیتش میکنی؟ برزو دلش پاکه. خب هرچی تو دلش بود بهت گفت. دلش پاکه. آه دلش پاکه، مخش هم پاکه داداشت. اصلا آدم کفش رو میز نارخوری میتونه واسطونه؟ کفش اصلا اینجوری وای میستونه؟ بله، هر کار غیر ممکنی رو اگر باور داشته باشی اتفاق میفته. آره؟ بله. این از سخنان قصار جنابالی بود؟ نه خیر، اینو دونخوان به شاگردش گفته. کی؟ دونخوان. آها دونخوان. بله. هممون سر کاریم، فردا این فالگیره بیاد هر چی که سرکیسمون کرده ازش میگیرم، یه دونم میزنم تو سرش حالش جا بیاد. فکر میکنه من حالوام، من پپم. سارا سارا کفش باستا سارا دیدی باستا؟ دیدی کفتا؟ چه جالب، تماشا کنید وایساد. تو چطوری این کارو کردی برسو؟ تمرکز گرفتم، یه خورده تمرکز گرفتم وایساد. اینا وایساده، کفشا وایساده. کاری نداره که، دونخوان گفته که هر کار غیر ممکنی رو اگر باور داشته باشی اون کار انجام میشه. الان تو باور داشتی کفشت وایساد، کاری نداره. کی گفته؟ دونخوان ماریا کونته. مگه میشه همچین چیزی؟ ببین تو خواب بیداری بودم که یه سرصداهایی به ما میگفتش که سفر خارجش باطله، باطله، باطله. از خواب که پریدم از کاسه پرسیدم، کاسم گاه سفر خارجش باطله. پس ممکنه که نره برای سفر خارجی، برای مسابقات؟ خب کاسه میگه باطله. نه نه بابا، این کاست هم باره گذاشته سر کارا، هی حرفشو عوض میکنه. کاسه که حرفش عوض نمیشه، این شرط و شروطه که عوض میشه. یعنی ممکنه فرد و یهو بگه که سفر خارجش کنسل نیست؟ ها ممکنه، ممکنه. این خیلی بده که اصلا معلوم نمیکنه چی درسته چی غلطه. برای آقا فولاد نه، کاراش درسته. چطور؟ پک مو قاطی کردم آقا خشایان، اصلا مغزمو به هم ریخته، اصلا افکارم در هم بر همه. بفرما، مشتریات دارم میان. سلام. سلام علیکم. سلام. امروز فال میگیری؟ نه خانوم، امروز مردونت. بفرمی فردا تشریف بیاریم. ای بابا، ما که مردمون سر کار، حالا نمیشه خودمون به جای اونا باشیم؟ آره دیگه، اگه خودمون باشیم خیلی بهتره. عکساشون باشه میشه. خونه هست، نایمونه با فوتوکوپی شناسنامه هم میشه ها؟ داری؟ ای بابا، حالا اونه از کجا بیاری؟ نه بابا، فقط عکس. اونم بهتون گفته باشم و از رو عکس ببینم و دو برابر میگی. زیاد میشه، چرا؟ واه،
من هی باید این مخمو به کار بگیرم، هی قاطی بکنم تا بتونم جوابتونو بدم دیگه. پس بریم بیاریم دیگه خانم جون، الان همراهمون نیست. با اجازتون. با اجازتون. ما الان برمیگردیم خانم. قربون شما برم. از رکس به اون میگین دیگه. ها مطمئن باش. خوش آمدید. با اجازت. الان برمیگردیم. حالا روزی چقدر در میاری؟ هی بابا. یه بخور نمیری در میار. چه بخور. چرا؟ آخه چرا؟ چرا؟ چه خبرت بابا؟ اول صبحی اعصابمونو خورد کردی؟ همه صابرا شدیم بابا. بروز جان کفش افتاده میدونی یعنی چی؟ یعنی من دیگه رنگ سولاریسم نمیبینم. کارا چیه میکنی برزو؟ باشو بیا تو، باشو بیا تو، خجالت بکش داشته. دل متاقت دوری ندار، یه بره تو ببینم، خود لوس نکن، باشه ببینم، خجالت بکش. اه بسه میخواد با دستمو حرف بزن. دستش درد نکنه، بگو آب زلال، بگو. میگه هنوز اراده شما قوی نیه. نه خانم باور بفرمایید هست، هست کاسه جان، هست، هست. میگه حالا حرف دلتو بگو، حالا از خودمونی. دست درد نکنه کاسه، متشکرم، متشکرم. چی میخوای؟ کاسه من میخوام بدونم که ارژنگ جانم چی کاره میشه. خدا مرگم بده، کاسه صداش رفته، هنوز قوی نیست یا دکتر؟ نه هستم، باور بفرمایید هستم، هستم کاسه، هستم، من قوی هستم. کاسه میگه. چی میگه؟ کاسه رو بردار. کاسه برش. میگه برش دار. آه برش دار، ببر بالا. کاسه رو ببر بالا. آه بر. حالا برگرش تو. کاسه رو برگر. آه برمیگردنم ولی آب زلال بر. مسخره بازی ها بسته، برو بیرون. گفتم جمعش کن برو بیرون، بسته دیگه این مسخره بازی ها. بچه تو همش کن اینا رو، بچه هم کن برو بیرون. آقا فولاد، دکتر چیکار کردی با خوده؟ آقا فولاد من جوابم از کاسه گرفتم، باور بفرمایید. دکتر شما چرا آخه؟ چیه؟ چه خبره؟ آقا فولاد چرا داد بیداد رو انداختی؟ آخه اینجا بده، باید این خانم راحت باشه بتونه کاری انجام بده. خانم فرام از این همه رو گذاشته سر کار، داره چرت و پرت میگه. ای وای مادر جون، حرفا چیه؟ کاسه ناراحت میشه. شما از این کاسه میترسین؟ آخه این کاسه چیکار میتونه بکنه؟ بابا یکم فکر کنی، آخه ببینین دارین چیکار میکنین واقعا. که آفولا کاسه رو داشتی میزدی میشکستی. دکتر ول کن آخه، شما چرا این جنگولک بازیش فقط به خاطر پوله؟ میخواد جیباتونو خالی کنه، من اینو میشناسمش. برای پوله؟ پول چرک کف دسته. آره هر کی پول بیشتر باشه بدبختی میاره. راست میگه، اینه راست میگه. همش مال خودتون، لیاقت ندارین. خانم شما ناراحت نشید. بگی بابا برگم بده. مادر جون ناراحت نشو، قربونت برم، ناراحت نشو، هیچ ناراحت نشو. ای وای این حرفا چیه میزنی؟ خانو فرمازی بهش بگیم بره بیرون. بیا بیا این پولا رو بردار، بذار همونجا سر جاش. مادر جون این حرفا چیه؟ وای خدا مرگم بده، این کارا چیه میکنی؟ بگیر بگیر این پولو بذار سر جاش. ایوا خدا مرگم بده، این دستمال پول من. نگفتم بهتون، نگفتم، من اینو میشناسمش. ای وای وایسا وایسا بینم. آی دوست، آی دوست. دوست؟ چه بلایی من سر خودم آوردم؟ مردو چونه ببرن کاس، کاس با اون آب زلالت. دوست، دوست بگیرین دوست. من خانم فرامزی رو میگم، آخه با این سن سال. بله. آخه چجوری خانم فرامزی شما نفهمیدین؟
باور کنید نفهمیدم، متوجه نشدم اصلا. من که همون اولش گفتم تمامی حرفا راجیفه. بفرما خانم. دیدی گفتم این که دیگه عاشق کاسه شده بود، من از اولش هم گفتم همش بی خوده. پس شما آقای دکتر رو ندیدی؟ اصلا اگه میدیدی خندتون میگرفت. یه دفعه کاسه رو برداشت خالی کرد تو سرش، خیس خالی شده بود. من اصلا نمیدونم مردم چطوری این حرفا رو باور میکنن. باید اینو بگین، حالا همه چی یه دفعه دروغ شد. خود آقای مصطفی باور کرده بود، شما خودت سال باور نکرده بودی، آقای دکتر که میخنده هم باور کرده بود، بهروز تو باور نکرده بود، همه تون باور کرده بودی. خانم فهم از شما که خونه تو دربست گذاشته بودی در اختیارش که حالا این دفعه همه هاشا میکنی. یعنی آقا برزو شما میگی دروغ نیست؟ فولاد جان شما خودت مشکوک نیستی؟ انصافا نه خب مشکوک نیستم، چرا مشکوک باشم؟ اون آدم من آوردم اینجا. تازه چیزایی هم که بابام گفته بود من بهش گفته بودم بگه. معذرت میخوام بابا، میخواستم بتونم مسابقات بوکس شرکت کنم. تازه کلی هم پول دادم بهش، پولای خانم فرمارزی هم که خودش گذاشته بود لای نرده ها ما فکنو گم شده. بقیه حرفایی هم که میزد خودش از ما شنیده بود به خود ما میگفت. یعنی یه جورایی حرف از ما میکشید بعد به خودم تحویل میداد. با این حساب دیگه بعد به چی شک کرد؟ چیز دیگه هم هست؟ آخه کاسه به من جواب داد، من جوابمو گرفتم بابا جان. به من گفت شب اجازه بده شما، به من گفت شب اینا شاهد سارا بهروز شاهده صداتون کردم، به من گفت شب کفشتو اینجوری سرپا بذار تا صبح صبر کن، اگر افتاد جف شد یعنی نرو سولاریس. من جواب گرفتم، آخه چجوری باور نکنه کارسو؟ برزو هیچی. خب بهش بگو دیگه، این که بدتره، بهش بگو سارا. راستشو بخوای من خودم نصف شبی رفتم کفشتو جفت کردم. یه بار دیگه بگو. من خودم نصف شبی رفتم کفشتو جفت کردم. آقا خواهرته دوست داره پیش ما بمونی، دوست نداشت بری فضا ایسکا سولاریس، کفشتو رفت انداخت زمین دیگه. چی آورزو بازم حرفی داری؟